مسکو ادعا می کند که شمار جنگجویان داعش پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی سه برابر شده. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته شمار جنگجویان داعش در کمتر از یک سال پسین سه برابر شده، اما کابل ادعای افزایش جنگجویان داعش در کشور را نمی پذیرد. بر بنیاد گزارش خبرگزاری تاس روسیه، زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفته است که شمار جنگجویان داعش در افغانستان سه برابر شده است. تقریبا شمار آنها به 6000 نفر رسیده است. اگر به خاطر داشته باشید، پس از روی کار آمدن طالبان و اقدام های سریع آنها در برابر داعش، شمار آنها 2000 بود، اما حالا شمارشان سه برابر افزایش یافته است. اما کابل ادعای افزایش جنگجویان گروه داعش را در کشور نمیپذیرد. معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که داعش در کشور سرکوب شده است. په افغانستان کې د داعشي پدیدې د زیاتېدو اټکل ناسم او له واقعیت څخه لرې دی. په دې اړه تشویشونه ایجادول داعشي فتنهګرو ته د کمپاین کولو په معنا دي چې باید ترسره نه سي. اسلامی امارات او افغان ولس اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې داعش ځاله جوړ کړي. قبل خبره د واقعیت څخه لرې دی. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت مشکلات منصب کړي او حکومت د ناکامۍ سره مخ کړي. مناسبه خدا و چې دوی د افغانستان د حکومت سره چې بلام صاحب توپ په وجه باندې کمک کړی وای. پیش از این نیز رئیس جمهور روسیه از افزایش جنگجویان داعش در شمال افغانستان نگرانی کرده است. پیرامون همین موضوع بیشتر صحبت میکنیم با مهمانم در برنامه، آقای رحمت الله حسن، آگاه نظامی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل هستند. آقای حسن سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. ابتدا ارزیابی شما از اظهارات مسکو در مورد افزایش جنگجویان داعش که گفته دو برابر شده در افغانستان چی هست مشخصا؟ سلام برای همه دوستانی که صدای ما را میشنوند. ببینید، کابلوف از روزی که جلسات قطر شروع شده همیشه با طالبان ارتباط بسیار دقیق و مستقیم چازه، چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان. بنابراین اظهارات آخر کابلوف اظهارات خودش نیست. روسیه بعضی ها فکر میکردن که روسیه بسیار سریع تعامل میکنه با طالبان، رابطه های نزدیک برقرار میکنه. حتی بعضی ها تصورشان این بود که طالبان را شاید به رسمیت بشناسند. ما قبلا هم در بعض مصاحبه های خود گفتیم که قبلا یک گروه خاصی از دولت مردای افغانستان با روسیه روابط داشتند. روسیه را از نظر عمو دولت مردای افغانستان کرزه بعض امثال هم میدیدن. فعلا روسیه برای افغانستان و طالب ها از یک منظر دیگه میبینند. منظر دیگیش کی است؟ همسایه ماست، تاجیکستان است، امام علی رحمان است. امام علی رحمانی که با تمام مخالفین طالبان روابط بسیار نزدیک داره. الان روسیه یک رابطه بسیار حسنه و نزدیک با امام علی رحمان داره. شخصی پوتین و امام علی رحمان رابطهشان بسیار نزدیک است. الان هیچ وقت روسیه آماده نیست نقطه نظر امام علی رحمان را در مورد افغانستان رد بکنه، قبول نکنه. الان هر چیزی را که در مورد افغانستان میگه از نقطه نظر امام علی رحمان میگه. و جلساتی که در تاشکند شد، جلساتی که در ماسکو چند بار شد، طالب ها را چراغ های سبزی تصور میشه، چراغ های سبز نشان میدن، رابطه های بسیار نزدیک میکنن. در آینده بسیار نزدیک یک گروه آیت بسیار کلان طالب ها، وزیر تجارت، رئیس بانک، شاید متقی هم در این گروه باشد، میروند سفر میکنند در ماسکو، تنها مسائل تجارتی را امرای روسا بحث میکنند، نه مسائل سیاسی، نه مسائل امنیتی را. عمدترین بحثی از یا سر مسائل تجارتی میباشد. روسها امروز ضرورت دارند مواد خام خود، گندم و روغن و تیل و گپای خود بر جهان بفروشند. یکی از بازارهای گرچه کوچک است ولی یک بازار نقدی است، بازار صرافی است، بازار بانکی نیست. جاهایی را که روسا میخواد معامله بکنن باید از طریق بانک انتقالات پولی انجام بدن، ولی هیچ کس حاضر نیست با روسا انتقالات پولی انجام بدن. بله. بخاطر از اینکه از سویفت جهانی روسا بیرون انداخته شدن.
بله آقای حسن، همونطور که شما در جریان صحبت هایتان گفتین، به نحو ظاهرا همونطور که شما اشاره میکنین، روسیه متصور بود که حکومت سرپرست فعلی را به رسمیت بشناسه و کماکان روابط نیک دارن. نقل قولی که از شما ما کردم ای هست. حالا فکر میکنین روسیه چطور به این باورمندی رسیده و حداقل اگر با توجه به همین گفته های امام علی رحمان همین ادعا صورت گرفته، و میخوایم بپرسم که همین ادعا از کجا منشأ میگیره و از کجا ناشی میشه در مورد گسترش گروه داعش در افغانستان؟ اگر دیروز پریروز یک جلسه وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه آلمان داشت، وزیر خارجه ترکیه برای وزیر خارجه آلمان به صراحت گفت یادتان است ما شما یک جا در افغانستان وظیفه اجرا میکردیم، قوای ما آلمان و ترکیه بود در افغانستان، چطور داعش ها از سوریه عراق بر افغانستان انتقال داده میشد و ما شما میفهمیدیم گفت کی انتقال میده با چی پیمانه انتقال دادن. ببینید یک وزیر خارجه یک کشور ناتو با صراحت میگه داعش ها در اون وقتا چطور انتقال داده میشد. بنابراین تماما ساز و برگ داعش ها همیشه در دست آمریکا و غربی هاست، یک وسیله فشار برای آینده است. این داعش ها را به خاطر انتقال دادن که در افغانستان تشنج داشته باشه، تشنج دوامدار باشه، آسیای میانه را متشنج بسازن. این داعش ها به نفع دو کشور است. این بعضی ها فکر میکنه به نفع یک کشور، نه به نفع دو کشور است. اولین به نفع آمریکا است که داعش ها اگر در آسیای میانه نفوذ کرده بتوانند آسیای میانه را به تشنج بسازند، آسیای میانه ضرورت پیدا میکنه با آمریکایی ها روابط بسیار نزدیک بکنند و به خاطر دفاع از خود، دفاع از کشور خود. اساسی ترین فایده را موجودیت داعش ها در افغانستان، تشنج در افغانستان روسا میکنند. هر قدر که در افغانستان تشنج باشه، هر قدر بی بندوباری باشه، هر قدر غیر قانونیگری باشه، وحشیگری باشه، روسا فایده میبرند. فایده روسا چی است؟ تمام کشورهای آسیای میانه از این حالت رنج میبرند، مجبور میشن زیر بال روسیه خود قرار بدن. روسا از این نمیخواهند که کشورهای آسیای میانه از زیر بال از خارج شوند. برای ایجاد تشنج، ایجاد داعش و این گپا روسیه هم سهم مستقیم داره دیگه. بله آقای حسن، با توجه به گفته های شما که از گسترش و افزایش میزان جنگجویان داعش در منطقه به نفع روسیه است و حالا ادعایی که روسیه کرده در خصوص همین مسئله، فکر میکنین چقدر در تضاد با، چقدر نزدیک است با واقعیت و آیا این ادعا است یا نه؟ آنچه که شما میگین واقعیت داره همین مسئله، با توجه به اینکه از سوی امارت اسلامی بارها رد میشه. ببینید یک گروه کوچک داعش تحت کنترل روس، یک گروه کوچک داعش تحت کنترل آمریکا در افغانستان واقعا فعال است. کسی اگر انکار بکنه این چیز به خاطر پولای وافر را برای انجام انفجارات چه در صفات شمال چه در داخل افغانستان یا انجام میدن. استخبارات این دو کشور بسیار فعال است در افغانستان، اهداف خود را دنبال میکنه. گر طالب ها امروز در سراسر افغانستان یک حاکمیت نسبی دارند، شما ببینید اگر شما امروز خواسته باشید در هر نقطه افغانستان سفر کرده میتونید و طالب ها حاکمیت عام و تام در افغانستان دارند. طالب ها تصورشان این بود که ما با روسا بسیار نزدیک هستیم، آمریکا را در اینجا یک شکست تاریخی دادیم که دنیا ایران مانده که یک گروپ موتورسیکل سوار چطوری آمریکا را با این عظمت و با این تکنیک مدرنی که داره شکست بده. و این شکست عادی نبوده، در تاریخ دنیا ثبت نام شده. آمریکا امروز در تمام اروپا، آمریکا ببینید تمام مردم خنده میکنه سر آمریکا، توان و قدرت تا ببین از توسط طالبای موتورسیکل سوار شکست خورده، شکست بسیار خطرناک هم خورده که کل دنیا سرش خنده میکنه. یک دو مسئله ای است که امی طالب ها تصورشان این بود که ما با آمریکا را که شکست دادیم، روسیه که ما روابط بسیار نیک برقرار میکنه، شاید ما را به رسمیت بشناسه، شاید لابیگری کنه که بار چین به رسمیت بشناسه، مسائل اقتصادی ما بسیار رونق پیدا بکنه. نه، روسیه جز فریبکاری همیشه در مورد افغانستان، روسها فریبکار بودن از روز اشغالی که در افغانستان کردن و شکست خوردن. روسها رژیمشان، سیاستشان در آسیای میانه در افغانستان رژیم اندیشه اشغالگری است، فریبکاری است. کدام با منفعت مردم افغانستان کدام قدمی را تا آنوز ورداشته باشه؟ هیچ وقت نورداشته، نمیورداره.
آقای حسن، ولی خب حالا همونطور که در جریان هستیم، بارها همین حضور گروه های راسفگن در افغانستان از سوی امارت اسلامی رد شد و در حال حاضر هم افزایش را نمیپذیرند و در کنارش داعش را به نحو سرکوب شده در افغانستان میدانند و این طرفتر هم ادعاهای مبنی بر گسترش و افزایش جنگجویان داعش در افغانستان مطرح میشه. همین دوگانگی دیدگاه ها چه پیامی را میتونه برسانه به مردم افغانستان؟ ببینید، بسیار ادعای بسیار جدی میکنن که داعش در افغانستان بسیار توانمندی داره، قدرت داره. اگر با یادتان داده باشه، داعش در چپرال جلال آباد، یک از ولسوالی های جلال آباد، داعش بسیار تجمع کرده بود و دولت وقت افغانستان رفتن داعش اونجا ضربه زدن. در پالیش وقتی که طالب ها آمدن، اون مناطق از وجود داعش پاکاری کردن و داعشی هایی که مربوط آسیای میانه بودن آمدن برای میمنه، شبرغا، سرپل، در این منطقه ها جای بجای شدن. طالب ها حمله کردن، این داعش ها رو بسیار قتل عام کردن، کشتن. بعضی هایش پشیمان نامه، ندامت نامه داد، ولی در پشت سر این پروژه داعشی که مثل که آمریکا قرار داره، یک بخش عمده ایش پاکستان رهبری میکنه. پاکستان برای اهداف خود از اینها استفاده میکنه، ولی غربی ها و روس ها این گپ بسیار زیاد چی میکنن، تبلیغ زیاد میکنن، زیاد نشان میتن. مثلا 10 آدم باشه به 1000 آدم نشان میتن و تبلیغاتش بسیار وسیع در ارتباط. آقای حسن، خب در کنار همه این موارد، در شرایطی که افغانستان قرار داره، بارها از تریبیون افغانستان گفته میشه که از خاک افغانستان به نفع هیچ کشور استفاده، به ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد. در کنار همه این مسائل، افغانستان نیازمند تعامل جهانی و منطقه‌ای است. فکر میکنین همین ادعاهای اخیر چقدر تاثیر میگذاره روی همین مسئله؟ ببینید، یک چیز براتون بگم، با این رژیم اسلامی که شما در افغانستان موجود است، با این قدرت نمایی مولای صاحب ها که در تمام ادارات دولتی حاکمیت دارد، هیچ کس، هیچ کشور در هیچ نقطه جهان حاضر نیست یاره با این قیافه، با این شرایط، با این قوانین را که تطبیق میکنن. مثلا بعضی ها فکر میکنن، میگن طالب ها قانون ندارن، قانون مدنی ندارن. قانون طالب ها قرآن است و شریعت اسلامی است و قرآن و شریعت اسلامی را میخواد در جامعه تطبیق بکنه با تمام نواقصی که در وجود کارهای از یا با هم آلاتی که وجود داره، ولی به خاطر تطبیق از این بسیار جد و جهد میکنن، تلاش میکنن. در دنیای غرب، خصوصا آمریکا و اروپا، روسا، چینا، هیچ کشوری نمیخواهد که یک کشوری که قانون قرآن و شریعت در او تطبیق شد او را قبول بکنن. ما بارها گفتیم که طالبان را میگیم شما را کسی به رسمیت نمیشناسه با این زودی ها. فکر میکنین مشکل در کجاست؟ آیا مشکل در قوانینی است که در سرزمین به نام افغانستان شکل گرفته و سوی امارت اسلامی، یا نه مشکل در جای دیگری است؟ چطور فکر میکنین باید این می تعامل شکل بگیره میان جهان به امارت اسلامی؟ ببینید، تا روزی که قانون شریعت، قانون قرآن، قانون محمدی در افغانستان در حال تطبیق باشه، برای غربی ها، برای کسایی که در مورد افغانستان حلاقمند باشه، مشکل اساسی همیست. اگر یا قبلا هم گفته مثل غنی، مثل کرزی، حلقه غلامی را در گردن خود بگیره، غلام روس و آمریکا یا شو و هر چیزی که وا بگه یا قبول بکنن، تماما به رسمیت هم میشناسن، همکاری هم میکنن. این کار طالبا این کار نمیکنه. طالبا یک کار تاریخی را کردن که آمریکا را در افغانستان شکست دارن. بعضی ها میگن سازش کرده، قدرت داده. به هر حالت چه طالب ها با قدرت نظامی قدرت در افغانستان گرفته. و در قابوس طالب ها انتخابات نیست، لویه جرگه نیست. این چیزها را مردم ها فکر میکنن انتخابات لویه جرگه شاید موجود باشه. ما تصور می نیست این نوع انتخابات در تا وقتی را که طالب ها حاکمیت دارن انتخابات نمیشود. بنابراین بینمی رژیم، بینمی سیستمی که دارین و طالب ها یک کار بکنه، بسیار عذرخواهی نکنن برای غرب، با آمریکا که ما را به رسمیت میشناس، هیچ کس ما را به رسمیت نمیشناسه. اگر میتونید تنها وظایف خانگی دارن که برای خاطر خدمت به مردم، همکاری با مردم، کارهای جدی و اساسی را انجام بدید تا مردم ما از این حالت گشنگی و فقر نجات پیدا کنند. تصورایی که بعضیا تخیل میکنن که ما را به رسمیت میشناسن، کمک میکنن، قطعا این گپا را غربیا نمیکنن و همین رژیم به همین حالتش میگذاره تا که
آینده از یارا ایتو تصور میکنن که رژیم امید با این حالت برود که مردم گشنه شود، مردم در وضعیت مردم خراب شود، وضعیت اقتصادی مردم اقدام جدی بکنن، طالب ها را خود و مردم وردارن. تصور غیر اینه میچیز هست. خب حالا آقای حسن فکر میکنین راه حل چیست اگر همین وضعیت ادامه پیدا بکنه؟ همونطور که در جریان هستین وضعیت به باور برخی ها شکننده است و وضعیت حالا وضعیت که جریان داره شما شاهد هستین و مشاهده میکنین، فکر میکنین نسخه ای که بتونه گذار باشه از همین وضعیت و ادعاهایی که از سوی مسکو و کشورهای متعدد در خصوص گسترش راسبگنی مطرح میشه و از این طرف هم رد میشه، نسخه که بتونه گذار باشه چی است در همین اوضاع فعلی؟ در اوضاع فعلی گفتم مسائل خارجی، روابط خارجی افغانستان، روابط تجارتی را با تمام کشورها برقرار کرده میتونه بدون از اینکه افغانستان را به رسمیت بشناسند. یک ولی نگرانی هایی که از بابت امنیت دارن در افغانستان حالا که مطرح میسازن، فکر میکنین زمینه همین تعامل را ایجاد بکنه یا خیر؟ ببینید اگر توانمندی آمریکا، توانمندی روسیه به غیر مداخله قوتهای خودشان در منطقه اگر توانمندی داشته باشند طالب ها را بسیار سریع یا نیست نابود میکنند. این توانمندی را ندارد. طالب ها یک نیروی مسجم و قوی در برابر کشورهای غربی و ناتو همیش جنگیده انسجام خود دارد. تنها پرابلم را که طالب ها امروز دارد با مردم خود روبروست، وضع اقتصادی مردم خراب است، کار نیست، بار نیست، مردم بسیار پریشان است. اگر این نکته را مثلا طالب ها اگر خوب دقیق بشینه که خود تحلیل تجزیه بکنه که چی باید بکنه که وضع اقتصادی مردم افغانستان، وضع شرایط اقتصادی افغانستان خوب شود، در غیر صورت در تصور از اینکه کسی ها را به رسمیت بشناسه، آمریکا را ببینید هفته 30 میلیون دلار برای طالب ها رای میکنه، او پول هم از طرف مؤسسات خارجی او مؤسسات خارجی برای مردم توزیع میشه و به خاطری که گشنگی و تباهی مردم نجات پیدا کنه از طرف مؤسسات خارجی برشان توزیع میشه. آقای حسن، ولی برخی از آگاهان اقتصادی به این باور هستند که تعامل اقتصادی ملزم است با همین مسئله و رفع نگرانی ها از سوی کشورها در قبال افغانستان. فکر میکنین، من پرسش ما تکرار میکنم، آیا ممکن است در فضایی که همواره ادعا صورت میگیره و نگرانی های وجود داره به باور برخی ها که حالا مسکو ادعای از او را میکنه، چقدر متصور است حل شدن این مسئله؟ ببینید قبلا هفته 30 میلیارد دلار بر افغانستان سرمایه گذاری کرده بود آمریکا خرج میکرد، آل هفته 30 میلیون دلار شده. 30 میلیارد ببینید، هر میلیارد 1000 میلیون است و در دو سال بت 1000 میلیون یک میلیارد پوره نمیشه. با اون خاطر مصرف خود کم کرده، قوای خود از اینجا برده، 30 میلیون دلار بر افتوار بر افغانستان میده که بر مردم کمک کنه، نه بر طالبان. بنان تعامل را که اگر کسی بخواهد که غربی ها با دولت طالب ها ایجاد میکنند، دولت طالب ها را به قسمت بشناسند، با شخصا تصور به این نمیکنم که با یا تعامل بکنند تا که اندیشه اسلامی، تفکر اسلامی در وجود رژیم طالب ها وجود داره یا قبولش ندارد. بسیار زیاد تشکر آقای رحمت الله حسن، آگاه نظامی، از حضورتان در برنامه و از اینکه فرصت گذاشته. خواهش میکنم. تشکر.